سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروز ما را همراهی میکنین. در این ویدیو میخواییم درباره آپنه در خواب بهتون بگیم. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اصلا آپنه در خواب چیه؟ چطور درمان میشه؟ آپنه خواب نوعی اختلال جدی خواب است که زمانی رخ می‌دهد که تنفس شخص در حین خواب قطع می‌شود. این قطع شدن تنفس گاهی اوقات حتی ممکن است به 100 مرتبه نیز برسد و این به این معنی است که مغز و سایر اجزای بدن اکسیژن کافی دریافت نمی‌کنند. علائم آپنه خواب چیست؟ تنفس منقطع در طول خواب، بیدار شدن همراه با خشکی دهان و گلودرد، خور و پف بلند، از خواب پریدن همراه با تنگی نفس، سردرد صبحگاهی، بیخوابی، نداشتن تمرکز و بداخلاقی، پرخوابی در طول روز. حالا بریم دنبال نسخه های خانگی و طب سنتی برای درمان آپنه در خواب. 1. فلفل سیاه و عسل. خاصیت ضد التهابی و سرماخوردگی فلفل سیاه به آرامش مجرای تنفسی کمک می کند. استراحت آنها از مشکلات جریان هوا در شب جلوگیری می کند. به همین منظور ما از عسل شگفت انگیز همیشگی استفاده می کنید که یک درمان معروف برای خور و پف است. بگذارید آب بجوشد، بعد به آن فلفل سیاه اضافه کنید و پس از 10 دقیقه وقتی خنک شد با عسل آن را شیرین کنید. این ترکیب را 30 یا 40 دقیقه قبل از خوابیدن بخورید تا مشکل آپنه خواب شما درمان شود. 2. روغن استخودوس. ترکیب معطر روغن استخودوس برای درمان خورخور و آپنه خواب مؤثر است. این مواد تنفس را راحت و انسداد را کاهش می دهد. آب را بجوشانید و داخل کاسه بزرگ بریزید. به آن روغن را بیفزایید و چند ثانیه مخلوط کنید. صورت را به طرف کاسه بیاورید. مراقب باشید نسوزید. بخار را تنفس کنید. بعد با حوله صورت را بپوشانید. این کار را هر شب قبل از خواب انجام دهید تا نتیجه آن را به خوبی متوجه شوید. 3. سیر. آنتیبیوتیک و خواص ضد التهابی سیر به درمان التهاب در عفونت لوزه کمک می کند که یکی از دلایل مرتبط با تنفس در خواب است. همچنین برای عفونت های تنفسی و موانعی که ناشی از زیاده روی مواد سمی هستند مفید است. اجازه دهید آب بجوشد. هنگامی که جوش آمد سیر خرد شده را به آن اضافه کنید و بعد از 2 دقیقه از روی حرارت بردارید. اجازه دهید 10 دقیقه خنک شود و به آن عسل اضافه کنید. این محلول را 15 دقیقه قبل از خواب بنوشید. 4. زنجبیل و دارچین. زنجبیل و دارچین دو داروی جایگزین هستند و خاصیت ضد التهابی و آنتیبیوتیکی و آرامش بخشی دارند. ترکیبات آن فوایدی برای راه‌های تنفسی به منظور بهبود جریان هوا در ریه ها برای جلوگیری از خورخور دارد. زنجبیل را داخل آب بریزید و بگذارید بجوشد. وقتی آب جوش آمد آن را از روی حرارت بردارید و دارچین را اضافه کنید. اجازه دهید 10 دقیقه خنک شود. حالا چای را صاف کنید و 30 دقیقه قبل از خواب بنوشید. 5. رازیانه، سنبل و نعنا. خاصیت ضد التهابی و آرامش بخش این نسخه به آرامش مایچه های گلو کمک می کند تا از خور و پف ناشی از گرفتگی تنفسی جلوگیری شود. روغنها را در 1 لیوان آب ولرم رقیق کنید. 2 یا 3 دقیقه این محلول را غرغره کنید. هر روز این کار را قبل از اینکه به رخت خواب بروید انجام دهید. توجه، گرفتگی تنفس می تواند به شدت متفاوت باشد، بنابراین ضروری است که با پزشک مشورت کنید، حتی اگر این درمان ها به کنترل آنها کمک کند. خیلی ممنون که بازم همراه کانال فارسی نت بودین. لطفا ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. شب روزتون خوش.